سلام و عرض ادب و احترام خدمت مخاطبین باشگاه فستبال. در حال حاضر پر مخاطب ترین صفحه آموزشی فوتبال کشور. محمد رضا تاجیکی هستم، مربی رسمی فوتبال و همچنین مربی ورزش فری استایل فوتبال با بیش از 4000 تا هنرجو در سطح کشور. آقا ما همیشه سعی میکنیم توی این چنل بهتون نکاتی رو بگیم که جاهای دیگه نمیبینید. اگر شما برید یک سرچ ساده بزنید، مثلا آموزش شوت قدرتی، نمیدونم آموزش بغل پا و و حالا آموزش های دیگه، شاید به راحتی پیدا کنید. اما ما سعی میکنیم یک مقدار نفوذ کنیم داخل مشکلات فوتبالیست های این سرزمین. یکی از اون مشکلاتی که خیلی از شماها دارید ترس هستش. ما قبلا راجع به استرس صحبت کردیم، اما راجع به ترس حالا صحبت نکردیم. ولی قبل از اینکه وارد بحث اصلیمون بشیم، این دوتا نزدیک به همه. نمیتونیم به خودی خود بگیم چه عاملی ترس هست داخل فوتبال، چه عاملی استرس هستش، اما میتونیم به صورت تلفیقی هر دو رو با هم دیگه براتون توضیح بدیم و چندین روش بهتون بگیم برای جدایی از ترس و استرس. 10 تا عرضم به خدمتتون مورد براتون در نظر گرفتیم که اگر این 10 تا رو انجام بدید به راحتی با ترس خودتون مقابله میکنید و شکستش میدید. قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید و قراره از طریق این ویدیو به یک نفر دوره جادوی لمس توپ که مبلغ 590,000 تومان هست رو هدیه بدیم و در تقریبا انتهای این ویدیو میگم اون یه نفر چجوری میتونه این هدیه رو به دست بیاره. بی صبرانه بریم این 10 تا روش رو با هم دیگه بررسی کنیم. آقا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من یه چیزی رو بهتون بگم. ببینید، خواهش میکنم برای مقابله با ترس یا استرستون از مصرف داروهای شیمیایی یا حداقل امکان رفتن پیش روانپزشک و ارزم خدمتتون روانشناس خودداری کنید. چون ریشه ترس شما ریشه عمقی نیستش. کسی باید بره پیش روانپزشک که توی ساده‌ترین چیزها استرس میگیره، داره به بیماری افسردگی نزدیک میشه. شما صرفا فقط توی اون زمین فوتباله دارید یک مقدار میترسید. پس مشکل شما ریشه در داروهای شیمیایی و روانپزشک و روانشناس نره، با چند تا روش خیلی ساده حل میشه. پس اگر کسی این گوشه کنار بهتون گفتش که تو باید برید پیشم روانشناس فلا، اینا بد نیستا. اصلا خیلی از دوستانی که دچار ترس و استرس هستن با همین داروها، روانشناسها و روانپزشکها معالجه شدن. اما برای کسی که ریشه عمقی داره، طرف کل زندگیش استرسه، بی‌محابا یهو از خواب میپره، افسردگی داره، اما برای شما اینجوری نیستش، پس لطفاً این مورد رو خیلی جدی بگیرید و نمیخواد پیش روانپزشک و اینا برید. با همین 10 تا موردی که میگم کاملا میتونید با ترس مقابله کنید. آقا مورد اول، اعتماد به خودتون رو باید ببرید بالا. ببینید، فقط باید توسط خودتون انجام بشه. یک سوال اینجا پیش میاد، آقا اعتماد به نفس ما توسط دیگران هم میره بالا؟ بله، ولی خیلی درصد کمه و استثنا داره. مثلا مثل میونه علی دایی منو بیاد توی فوتبال ببینه، من با یه هد گل بزنم، علی دایی منو بکشه اینور بگه تو چقدر قشنگ ضربه سر میزنی. چون علی دایی در درون ذهن من به عنوان یک فوتبالیست، یک مرد موفق، یک آدم پولدار هست، این حرفو من میزنه، من ناخودآگاه اعتماد به نفس میگیرم. اما این استثناء هستش. چجوری خودم اعتماد به نفس خودم رو ببرم بالا؟ ببینید بچه‌ها، باید با خودتون دیالوگ کنید. مثلا من نمیترسم، من میتونم این کارو انجام بدم، من موفق میشم، فرده بازی رسمی داریم، من بهترین بازیکن زمین میشم. شما وقتی با خودتون صحبت کنید، در واقع دارید این ذهنتون رو گول میزنید. همه چی هم بچه ها این ذهن هستش، همه چی این ذهن هستش. پس سعی کنید با خودتون دیالوگ کنید که بتونید اعتماد به نفس خودتون رو ببرید بالا. اینجوری همیشه هم یاد میگیرید، قرار نیست کسی بیاد اعتماد به نفس شما رو ببره بالا، فقط خودتون و خودتون. مورد دوم که به شدت مهمه، باید فکر خودتون رو بازی بدید، بازیهای فکری انجام بدید. الان شاید بعضیاتون بگید که خب بریم شطرنج بازی کنیم، نمیدونم جدول حل کنیم. نه، اون میشه تقویت ذهن. من میگم فکر خودتون رو بازی بدید، بیایید مجدد از یه روش دیگه ذهن خودتون رو گول بزنید. مثلا فکر خودتون رو درگیر خاطرات خوب کنید.
آقا من دارم مثلا قبل یه بازی میخوام برم تو زمین، ترسیدم، استرس دارم، میتونم وقتی دارم میرم تو زمین فکر خودم رو درگیر روزایی بکنم که تو تمرین خیلی خوب بودم، فکر خودم رو درگیر روزهایی بکنم که توی بازی ها خیلی خوب بودم، فکر خودم رو درگیر روزهایی بکنم که عمل کرده خوبی توی زمین داشتم. ناکنید وقتی شما به یک چیز، مثلا من توی زمینم یکی میخواد به من پاس بده، من زمانی که دارم این پاس رو میگیرم احساس ترس دارم، چون دارم به این فکر میکنم که اگه نتونم، اگه نشه، اگه نتونم چی کار کنم، ناخودآگاه ترس میاد سراغم. حالا بیایم نقطه مقابلش رو بررسی کنیم، اگه تو همون لحظه این اون بد است، تو همون لحظه نقطه مقابلش اگر بگم من میتونم، من حتما انجامش میدم، من موفق میشم، پس در واقع دارم ذهن خودم رو بازی میدم. سعی کنید، این خیلی بچه ها روش موثریه، سعی کنید از این روش حتما حتما استفاده کنید. بین پرانتز اینم بگم، شما قرار نیست تو وسط بازی، تو اون فشار بازی یکی داره بهت پاس میده، با خود بگی من میتونم، من میتونم ها، ولی برای قبل بازی، قبل اینکه برید تو زمین، این تمرینات ذهنی رو میتونید با خودتون انجام بدید و 100% از ترس دوری میکنید. پس این بازی های فکری رو انجام بدید و سعی کنید ذهنتون رو مدام بازی بدید. آقا مورد سوم، خواهشی که دارم خداحافظی کنید با ذهن مسموم، با فکر مسموم. بچه‌ها می‌بینید تو هر گزینه‌ای که میریم ما داریم راجع به فکر و ذهن صحبت می‌کنیم. همه چی اینجاست، همه چی خلاصه میشه تو ذهن ما. فکر مسموم رو بریزید دور. آقا من توی بازی بد بودم، اومدم بیرون، مربی در رخیان رو بدجور وا کرده، اومده تو جلو 20 نفر فقط داره به من بد و بیرا میگه. آقا من دو تا حالت دارم، یا میتونم از اون مربی بترسم، به شر نگاه کنم، به بدی نگاه کنم، یا میتونم به اون مربی خوب نگاه کنم، بگم دستش درد نکنه اینجا به من یه تشر زد، من واقعا تو این بازی بد بودم، دستش درد نکنه. پ این فکر شماه. آقا میتونی این فکره رو مسموم همیشه نگه داری، ای بابا فقط اومد به من گفت لعنتی فلان، یا میتونی به فال نیک بگیری، بگی چقدر خوب شد که یه تشر به هم زد، چقدر خوب شد که امروز اومد جلو همه منو خراب کرد، این اون چیزی بود که من دنبالش بودم. حالا بچه اینها استرس، اصلا شما نباید انقدر بد باشید که یه مربی بیاد به شما اینجوری بگه. اما میخوام بگم اگر کار به اینجا رسید، اگر کار به اینجا رسید، فکر خودتون رو مسموم نکنید و به اتفاقهای خوب فکر کنید. آقا مورد چهارم، واقعا باید حرف بعضی از قدیمی ها رو با طلا نوشت. به خودتون سخت نگیرید. من اینو همیشه به همه هنرجوها میگم، آقای فوتبالیست، خواهر فوتبالیست، سخت نگیر به خودت. مثال این جمله میشه جمله شکست مقدمه یک پیروزی هستش. تو میتونی امروز شکست بخوری، به خود سخت بگیری، بگی ای بابا نشد، من همش شکست میخورم فلان، اینها رو که بگی مدام این ترس درون تو داره فوران میکنه، خودت حالیت نیستا، چون تو یک نقطه پنهان ذهنت قایم شده. ترس همیشه بچه ها همینه، کم کم بزرگ میشه. اوایل ترس اینجوریه که توی نقطه پنهان ذهنت هستش. آقا شکست مقدمه هر پیروزیه. طرف شکست میخوره تو کارش، تو فوتبالش، میره 100 تا تیم تست میده، شکست میخوره، یه جایی ناامید میشه، هی بابا من اصلا به درد فوتبال نمیخورم، نمیشه. تو داری به خودت سخت میگیری، شاید اون جای 101 تقدیر تو نوشته شده. پس خواهش که دارم و تو نکته چهارم دارم بهتون میگم، به هیچ وجه به خودتون سخت نگیرید و بگردید دنبال اون علته. وقتی شکست میخورید بگردید دنبال اون علته، ببینید علت شکست خوردنتون چی بوده. من وقتی میرم تو مدرسه نمره تک میارم، علتش درس نخوندن بوده. وقتی میرم دور زمین 5 دقیقه میدوم، شکمم درد میگیره، علتش پرخوری قبل تمرین بوده. پس لطفاً به خودتون سخت نگیرید و بگردید دنبال علت شکستتون. آقا مورد ششم، که اگه من بخوام یه ویدیو جداگانه راجبش صحبت کنم، به خدا باید 2 ساعت فقط راجب این مورد صحبت کنم، موردی که خیلی خیلی مهمه، درباره ترستون بیشتر بدونید. ببین نگاه کنید، بعضی ها از بعضی چیزها میترسن، بعضی از افراد از بعضی چیزها میترسن. مثلا طرف تو بازی بهش دقیقه 90 بخواد پنالتی بزنه میترسه، طرف مثلا یه ذره پست بازیشو عوض میکنن میخواد تو اون پست بازی کنه میترسه، طرف شب قبل بازی دست خودش نی، ترس داره اگه مربی تو 11 تا فیکس بذارش نمیدونه چی کار کنه. ولی اگه بیاید این ترس رو بررسی کنید، آقا علت این ترس کجا هستش، اگر این ترس رو بررسی کنید خب میتونید باهاش روبرو بشید.
تا زمانی که شما این ترس رو نرید علتش رو بررسی کنید، توی یک حافظه شما کاملا پنهان شده. پنهان شده. شما باید برید از این ترس بخواید، بهش بگید بیا بیرون ببینم. تو چیه درون من؟ تو چی میخوای درون من؟ و اگر اون لحظه باهاش روبرو بشید، اون لحظه میتونی آقا باهاش مکالمه کنی. با همون ترسه میتونی مکالمه کنی و کم کم میتونی شکستش بدی. اما اگر هیچ وقت نخوای باهاش روبرو بشی، نمیتونی شکستش بدی. پس برید علت ترستون رو بررسی کنید. خیلی آقا خیلی هم راحته. خیلی خیلی به شدت راحته. حالا من تو ویدیوهای بعدی توضیح میدم. علت ترستون رو بررسی کنید و به راحتی باهاش روبرو بشید. چون تا زمانی که روبرو نشید نمیتونید حلش کنید. آقا نکته ششم که خیلی مهمه، از تخیل خودتون استفاده کنید. چرا این تخیل همیشه باید تو حموم باشه؟ حالا الان سری بعضیا به حرف بد میگن حرف من. نه آقا، تو حموم همه ما یکی بار کنسرت گذاشتیم. دیدی چه حس خوبیه، میکروفون میاد میخونی، فکر میکنی صدات خیلی خوبه. یا وقتی مثلا بعضی از این بازی ایران تموم میشه، کشتی، والیبال، فوتبال، دیدی یا آهنگای حماسی پخش میشه ایران، انگار دیدی یه لحظه تو اون حال و هوای قرار میگیری، میگی من اونجا بودم. یا مثلا یه بازی تمام میشه، بلند میشی با پسر خالت فردا میری فوتبال جوگیری، داری از قوه تخیل خود استفاده میکنی. خب بیا از قوه تخیلت اینجوری که بهت یاد میدم علمی تر استفاده کن. زمانی که توی بازی هستی خود رو بهتر از همه ببین. تخیل رایگانه، واقعا هیچ خرجی هم نداره. فکر کن تو تخیلات خودت، بذار که تو از همه بهتری. تو تخیلات خودت بذار رونالدو داره از اون بالا نگاه میکنه. تو تخیلات خودت بذار اگه امروز خوب باشی برای بابات میتونی یه بی ام و بخری، مفتی هم هستش، برای خودت میتونی بخری، هیچ خرجی هم نداره، کاملا مفتی هستش. پس بیایم از این تخیلمون تو راه درست استفاده کنیم، که میدونم خیلیاتون تو راه اشتباه استفاده میکنیم. پس این نکته ششم خیلی مهمه، میتونید از تخیل خودتون استفاده کنید. گزینه هفتم که من باز هم راجع به این بخوام ویدیو بسازم، میتونم یک ویدیو یه ساعته بسازم، اما خیلی کوتاه بگم. زمانی که شما نفس هاتون کوتاه بشه دچار ترس شدید. ببینید یک زمانی هست، مثلا من ورزشکارم، به خاطر اینکه رفتم تو سیستم حوازی یا بی حوازی نفس هام کوتاه شده، یعنی حتی صحبت هم نمیتونم بکنم. دیدید یکی تون میدوه میاد بهش میگی سلام اینجوری میکنه، حرفم نمیتونه بزنه. اما یک موقعی هست من خیلی دارم به روتین عادی زندگیم ادامه میدم، هم ولی دارم تون تون نفس میکشم، نفس های کوتاه میکشم. من در اون لحظه دچار احساس ترس شدم، دارم ترس احساس میکنم بلافاصله. من اینم یک مثال بزنم. دیدید شما موقعی که مثلا یک اتفاق تلخ میبینی، یک تصادف میبینید، زبونتون بند میاد، غریزه است، دست خود آدم نیست. یا یعنی اینکه حالا من خودم این تجربه رو داشتم، یه بار سوار اسنپ شدیم، ماشین چپ کرد. من اون لحظه که ماشین داشت چپ میکرد و قشنگ دیدم، ولی حتی یک داد هم نتونستم بزنم چون زبون آدم بند میاد. حالا شما زمانی که از یه چیزی بترسید، یه اتفاقی براتون بیفته، دچار ترس بشید، تنفس بد میشه، نفس ها کوتاه میشه، اینجوری میشه نفس کشیدنتون. بلا فاصله اگه دیدید توی کار حوازی بی هوا، یعنی نفستون نگرفته اما بی دلیل داره نفس ها کوتاه میشه، شما دوچار احساس ترس شدید و همون موقع 3 نفس عمیق به این صورت بکشید. قول میدم یک مقدار از ترس و استرستون کاهش پیدا کنه. آقا مورد هشتم که به شدت مهمه، شما میتونید از طبیعت به عنوان یک درمان ترس استفاده کنید. ببینید هر چیزی که شما در این جهان هستی میبینید ارتعاش و انرژی داره، و اگر به یک موضوعی ارتعاش و انرژی مثبت بفرستید، در صورتی که اون جسم، اون اتفاق، اون شی به خودی خود یک اتفاق مثبت باشه، مثلا کسی که کودک آزاری میکنه، خب من میتونم بهش ارتعاش خوب بفرستم، مثلا البته خدا اون روزو نیاره که من بخوام همچین کاری کنم، اما آیا اون واقعا داره به من انرژی مثبت میده؟ قطعا جواب دیسلایک خیر هستش. اما برید توی طبیعت اتفاقاتی که انرژی مثبت هستش رو باهاش صحبت کنید و مطمئن باشید انرژی مثبت میاد درون شما. زمانی که انرژی مثبت درون شما زیاد بشه، باز از اون ترس شما یک مقدار کاهش پیدا میکنه. مثلا آقا چه برف قشنگی، خدایا شکرت، چه درختای قشنگی، این صدای موج دریا چقدر قشنگه، چقدر خوبه که من کنار دریام. با
با این طبیعت ارتباط بگیرید، مطمئن باشید طبیعت یکی از اون عامل هایی هستش که به زودی انرژی مثبت رو به شما برمیگردونه. شما زمانی که انرژی مثبت درونت رو بگیره، ترس اصلا جایی درون شما نداره. آقا مورد نهم موردی هستش که شما باید ترستون رو اندازه گیری کنید. یعنی چی؟ آقا ممرزا تاجیک این توپه از 10 تا میترسه، از این از 10 8 تا میترسه، از این دستبنده از 10 5 تا میترسه، از این ساعت از 10 1 میترسه. حالا من اینا رو رتبه بندی میکنم، آخریش میشه این دیگه، یه دونه ازش میترسیدم. اول میام مشکلم با این رو حل میکنم، چون از همش کمتره دیگه. حالا یک مقدار آپدیت شدم، فهمیدم باید ترسو چجوری حل کنم. حالا میام مشکلم با این دستبنده رو حل میکنم، قوی تر شدم. حالا میام مشکلم با این رو حل میکنم و حالا میام با اون ترس اصلیه روبرو میشم. ولی همون اول بخوام برم با این روبرو بشم، خب من قطع به یقین شکست میخورم. حالا توپ و لپتاپ و دستبند و ساعت یک مثال بوده، ترس های یکی آقا از ارتفاع میترسه، یکی از سگ میترسه، یکی تو فوتبالش میترسه. و اما آقا مورد دهم هم من براتون توی دیسکریپشن نوشتم، لطفاً بخونید مطالعه کنید که خیلی خیلی مهمه. و برای دریافت اون دوره جادوی لمس توپ، مورد اول که گفتم ویدیو رو لایک کنید، و مورد دوم این هستش یک کامنت انگلیسی معنیدار زیر همین پست بذارید و تا 5 روز یا 6 روز آینده بهتون میگیم که برنده چه کسی هستش و یک دوره به ارزش 590,000 تومان تقدیمشون میکنیم. داداش محمد رضا خیلی دوستتون داره و من خدا شاهده میگم این چنل، این اینستاگرام، این یوتیوب و اینا رو زدم که تا جایی که میتونم کمکتون کنم، چون خیلی پیام هایی واسه من میاد که اصلا یک سری بچه ها درگیر یک سری موضوعی تو این فوتباله هستن. تا چند سال پیش فقط موضوع مالی و این داستان ها بودش، ولی خب متاسفانه از الان به بعد خیلی بحث ها داره علمی و گستره تر میشه. ما هم تا جایی که بتونیم حتما کمکتون میکنیم. خواهشی که ازتون دارم اون زنگوله یا اون بالا هم بزنید، به محض اینکه ویدیو جدیدی گذاشتیم ببینید و زودتر چاره از مشکلتون حل بشه. دست خداوند به همراهتون. امیدوارم هیچ وقت تو زندگیتون نترسید. یا علی مدد، خدا نگهدار.